حضرت مسیح نیز میگوید خداوند را میتوان در وجود هر یک از انسانها جستجو کرد. در حقیقت خداوند است که به شکل یک نیروی درونی ما را از خوب و بد چیزی آگاه میکند و آنچه را که باید بگوییم بر زبان ما جاری میسازد. زیرا گفته های ما بازی زندگی ما را آغاز و هدایت میکند و در نهایت به پایان میرساند. از این روز که تمامی انسان‌ها با آنچه که بر زبان می‌آورند عزت می‌یابند و یا تحقیر می‌شوند. بسیار بودند افرادی که به خاطر گفته‌هایشان با حوادث و فجایع بسیار تلخی روبرو شدند و به هلاکت رسیدند. و صالحان تنها از آنچه خدا در مورد آنان بر زبان بندگان خود جاری می‌کند شناخته می‌شود. نامه حضرت علی به مالک اشتر. برای مثال روزی خانومی از من پرسید که چرا زندگی او دستخوش مشکلات مالی شدید و محدودیت‌های فراوان شده است. اگرچه آن خانم خانه بسیار زیبا و وسایل زینتی بسیار گرانبهایی در خانه‌اش داشت، اما همیشه از همه چیز خسته بود و نمی‌توانست زیبایی و لذت داشته‌های خود را ببیند و درک کند. از این رو او همیشه با خود می‌گفت: از همه چیز خسته شدم. ای کاش این را نداشتم و به جایش آن را داشتم. او آنقدر این جملات مأیوس کننده را با خود تکرار کرد که به باور قلبی و روحی آنها رسیده بود. بنابراین هرچه بیشتر از مال دنیا نصیبش می شد، خسته تر و درمانده تر می شد. خانم دیگری را دیدم که وضعیت مالی بسیار خوبی داشت، اما همیشه به حالت طنز و شوخی خود را فقیر و نیازمند معرفی می نمود. او چون فقر و درماندگی را در ذهن خود مجسم می کرد، طولی نکشید که به بدترین شکل بدان گرفتار شد. آن کس که خود را به نادانی و فقیری بزند، فقیر می شود. با خانم دیگری روبرو شدم که در یکی از روزهای گرم تابستان نزد من آمد. با شنیدن اظهاراتش متوجه شدم که او بسیار خسته، ناامید و مایوس است. او گفت که تنها چیزی که از مال دنیا نصیبش شده فقط 8 دلار ناچیز است. به او گفتم همین هم خوب است، چون می توانی همین مقدار ناچیز را هم چند برابر کنی. اگرچه مال دنیا ارزشی ندارد و ابدی نیست، اما می توانی به چیزهای بسیار خوبی که در دنیا وجود دارند برسی. همین سراسر خیر و نیکی است. اگر بتوانی موفق واقعی هستی. او پرسید چطور باید داراییم را چندین برابر کنم. به او گفتم به دنبال بینش و بصیرت برو. آنها همان احساس درونی و قلبی تو هنگامی که می‌خواهی کاری را انجام دهی و یا به جایی بروی هستند. آن خانم گفت نمی‌دانم منظورتان چیست. فقط می‌دانم که همین حالا می‌خواهم به خانه‌ام برگردم. خانه‌ام در منطقه دوری از اینجاست و پول کافی برای رسیدن به خانه ندارم. به او گفتم در نیویورک بمان و کار کن تا کمی پول به دست بیاوری. سپس به خانه‌ات برو. وجود او مانند آهنربایی گفته های مرا به خود جذب کرد و روح و روان او را امیدوار ساخت. از او خواستم که آنچه را که از من شنیده دائم با خود تکرار کند. چند روز بعد او با من تماس گرفت و گفت که با یکی از بستگان و آشنایان خود در نیویورک ملاقات کرده و به شکل معجزه‌آسایی از طریق او پول بسیار زیادی به دست آورد. او به من گفت از تو می‌خواهم به تمام افرادی که نزدت می‌آیند درباره من برایشان توضیح دهی و بگویی خانومی بود که با 8 دلار و بینش خود صاحب همه چیز شد. زندگی ما نیز گاهی با این حوادث خارق‌العاده روبرو شده و ما از آن به عنوان آرزو، ایمان و یا نیت قلبی خود یاد کرده ایم. حضرت مسیح در این باره فرموده است اگر چیزی را می‌خواهی ابتدا بپرس، سپس به دنبالش بگرد. شاید هم بهتر باشد که ابتدا در بزنی تا در رحمت خداوند به رویت باز شود. در معنای دقیق این گفته متوجه می‌شویم که خداوند همیشه برای کمک و دستگیری ما حاضر است، چه درخواست بزرگ و چه درخواست کوچک. برای خداوند فرقی ندارد، فقط کافی است ما بخواهیم و اراده کنیم.
در حالت کلی هر خواسته و هر آرزویی چه به زبان آید و چه بر دل بگذرد، نیاز انسان به شمار می آید و کسی جز خداوند نمی تواند عامل محقق گشتن آنها باشد. برای مثال، خانمی از شیشه یک مغازه گل فروشی در حال تماشای گلهای رز زیبا بود و با خود آرزو کرد که ای کاش فقط یکی از آنها را داشت. برای یک لحظه کوتاه تصور کرد که صاحب آنچه که دلش می‌خواسته شده است. چند لحظه بعد، شخص گل فروش بدون اینکه چیزی بداند، چند شاخه از گلهای رز را برداشت و به آن خانم داد. در حقیقت آن خانم متوجه شد که گاهی آرزوها و خواسته ها بدون اینکه بر زبان بیایند و یا تلاشی برایشان انجام شود به حقیقت بدل می گردند. در واقع همان لحظه‌ای که آن خانم داشتن یک شاخه گل رز را آرزو کرد، هیچ شک و تردیدی درون خود نیافت و با قلبش احساس کرد که به خواستش رسیده است. بدین ترتیب، آگاه شدن مرد گل فروش از آنچه که در قلب آن گذشته است. نتیجه این بوده که آن خانم آرزوی کوچک خود را از صمیم قلب خواست و بدان دست یافت. من در فصل آینده درباره این مسئله بیشتر توضیح خواهم داد و با دلایل عملی تر به آن خواهم پرداخت تا شما متوجه شوید که چگونه می توان ترس، شک و تردید را از قلب و ضمیر ناخودآگاهتان بزدایید. به نظر من ترس از شکست، ترس از بیماری و ترس از کمبودها همگی می توانند احساس ناامنی در شما ایجاد کنند و اجازه ندهند که شما بتوانید به آرزوهایتان امیدوار باشید. حضرت مسیح نیز در این باره فرموده: چرا بیهوده می ترسید؟ آیا ترس شما نشانه سستی ایمانتان نیست؟ از این رو ما باید بتوانیم ایمان را در وجودمان جایگزین ترس و اضطراب کنیم تا با مظاهر زیبایی آن روبرو شویم. پس بدین ترتیب بعید نیست که یکی از مهمترین بخش‌های بازی زندگی تجسم خوبی‌ها و آرزوها در ذهنمان باشد. زیرا اگر ضمیر ناخودآگاه ما چیزی را در درون خود احساس کند، بیشک آن را به واقعیت مبدل می‌گرداند. چه خوب و چه بد. خانمی که با افکار مثبت خود توانسته موفقیت‌های خوبی به دست آورد، به من گفت که مهمترین عامل موفقیت‌های او زدودن ترس و واهمه از وجود خود بوده است. او نوشته‌ای را از سقف اتاق خود آویزان کرده بود تا همیشه و هر لحظه آن را ببیند و به خاطر داشته باشد. آن نوشته این گونه بود: چرا از چیزی بترسم که ممکن است هرگز اتفاق نیفتد؟ خواندن مکرر این نوشته و به خاطر سپردن آن در ذهن باعث شد که ضمیر ناخودآگاه او آن را باور کند و چیزی جز خوبی و نیکی برایش به ارمغان نیاورد. در فصل بعدی این کتاب من می‌خواهم درباره روش‌های مختلف و متنوع تمرین ایده‌ها در ضمیر ناخودآگاه نیز بحث کنم. هر کلمه ای که ما بر زبان می آوریم، جزئیاتش در ضمیر ناخودآگاه ما شکل می گیرد و ثبت می شود. مانند یک دستگاه ضبط که جزئیات هر آهنگی را بدون هیچ وقفه ای ضبط می کند. اگر خواننده یک لحظه مکس کند و یا با شتاب زدگی شعری را بخواند، آن دستگاه تمامی اینها را ضبط می کند. ضمیر ناخودآگاه ما نیز همینطور است، و متن زندگی ما را در کنار تمام گفتارها و رفتارهایمان ثبت می کند. حال اگر شما بدانید که در وجودتان دستگاه ضبطی کنار گذاشته شده که همه چیز را در خود ثبت می کند، آیا تلاش نمی کنید که به زیباترین شکل نقش‌آفرینی کنید؟ آیا تلاش نمی کنید که فقط حرفهای زیبا و جالب بزنید و با سخن و کلامتان نشان دهید که به آنچه که میگویید و میاندیشید اطمینان دارید؟ آیا سعی نمی کنید که تمامی خاطرات تلخ و بدی ها را برای همیشه فراموش کنید تا روحتان آرام گیرد؟ آیا از خود نمی پرسید که چرا با وجود خوبی ها متن زندگی باید با بدی ها نوشته شده باشد؟ در فصل بعدی من به شما نشان خواهم داد که چگونه هر یک از ما می توانیم با تغییر رفتار و گفتارمان دیدگاه‌هایمان را تغییر دهیم.
پس معنای این جمله واضح‌تر از هر زمان می‌شود. مرگ و زندگی هر کسی در گروی زبان اوست. به راستی که هیچ نیرویی جز خداوند قادر به حمایت از بشر نیست و بشر نیز پناهی جز او نخواهد داشت.